خب به ویدئوگرامی با چند گزارش از تورنتو و کانادا در خدمت شما قرار داریم. فراخوان بعض گلپی های سفید و کاوهای سبز و قرمز. هنوز مردم قضیه جمع‌آوری کاوهای رومانی به خاطر آلودگی به باکتریای ایکولی را فراموش نکردند که بار دیگر آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا اعلام کرده انواع معین از گلپی سفید و کاوهای سبز و سرخ به علت امکان آلودگی به باکتریای ایکولی جمع‌آوری شود. این آژانس در وبسایت خود میگوید این محصولات در مزارع ادم برادرز فارمینگ اینکورپوریشن در کالیفرنیا تولید شده و حداقل در 6 استان کانادا یعنی آنتاریو، کوبک، نیو برانزویک، نیو اسکوشوا، پرنس ادوارد آیلند و نیوفاندلند توزیع شده است. محصولات فراخوانده شده شامل گلپی و کرم سفید با لوگوی کمپانی مذکور که یاد کردیم، کاوهای سبز و سرخ که به صورت بولک و بدون بسته‌بندی فروخته میشن، یعنی دانه دانه فروخته میشن. تا کنون ما بیماری از این نوع گزارش داده نشده. جلسه اضطراری مجلس آنتاریو برای پیشگیری از اعتصاب کارکنان نیروگاه برق. مجلس آنتاریو امروز دوشنبه 7 دسامبر جلسه اضطراری برگزار کرد تا لایحه بازگشت فوری به کار در صورت اعتصاب کارکنان یکی از نیروگاه‌های اصلی برق آنتاریو مورد بازرسی قرار گیرد. در حالی که نمایندگان مجلس حدود یک هفته قبل تعطیلات زمستانی خود شروع کردند، دولت آنتاریو خواستار تشکیل مجلس شد تا این لایحه را معرفی کند و به تصویب برساند. 6000 نیروی کار این نیروگاه از 26 دسامبر در موقعیت قانونی برای اعتصاب قرار می گیرند. آنها جمعه گذشته هشدار دادند که ممکن است دست به اعتصاب بزنند. دولت هشدار داده است در صورت اعتصاب در فاصله یک هفته ممکن است قطع برق ها شروع شود، یعنی قطع وصل برق ها مثل کابل وارد شده شود که برق ها به نوبتی شاید شود اگر این اتفاق بیفته. نظر به خبر اتحادیه کارکنان نیروگاه از 31 مارچ گذشته فاقد قرارداد جمعی بوده. حدود 60% اعضای این اتحادیه جمعه گذشته پیشنهاد نهایی نیروگاه را رد کردند. این اتحادیه بیش از 16000 نیروی کار بخش انرژی را نمایندگی میکند که 6000 نفر آنان در نیروگاه برق آنتاریو OPG کار میکنند. امروز سیاست آزادی بیان کالج ها و دانشگاه های آنتاریو تدوین شد. کالج ها و دانشگاه های آنتاریو مشترکاً سیاست آزادی بیان را تدوین کردند. این قانون در تمامی 24 کالج و دانشگاه آنتاریو حاکم خواهد بود. این پالیسی آزادی بیان را به عنوان حق صحبت کردن، حق نوشتن، حق گوش دادن، چالش کردن و یاد گرفتن تعریف کرده است. این قانون میگوید از آزادی بیان باید حراست شود، ولی تسلیم میکند سخنی که ناقض قانون و ناقض کد حقوقی بشر آنتاریو باشد مجاز نخواهد بود. این پالیسی توسط یک گروه کار ویژه از رهبران کالج ها با همکاری دانشجویان کالج ها و کارشناسان حقوقی تدوین شده است. دولت آنتاریو به کالج ها و دانشگاه ها تا اول جنوری 2019 فرصت داده بود تا سیاست های خود را برای آزادی بیان تدوین به اجرا و به اجرا بگذارند. شورای آموزش عالی آنتاریو از سپتامبر 2019 بر اجرای این سیاست نظارت خواهد کرد و کالج ها و دانشگاه هایی که چنین نکنند با کاهش بودجه مواجه خواهند شد. و عملات ترودو و شیر به یک دیگر بر سر مسئله مهاجرت. مهاجرت نه فقط در اروپا و امریکا، کنون در کانادا هم به موضوع سیاسی تبدیل شده است. ترودو صدر اعظم کانادا میخواهد با کانادایی ها صحبت کند تا با تاکید بر قدرتمند بودن سیستم مهاجرت کانادا به نگرانی های رو به افزایش مردم در مورد موضوع مهاجرت پاسخ دهد و به کانادایی ها اطمینان دهد که رسیدگی به درخواست های پناهندگیشان با دقت و قدرت کافی انجام می شود و جای برای ریسک که امنیتی باقی نمیماند. ترودو در مصاحبه با کنیدین پرس و محافظه‌کاران حمله کرد و گفت آنها به رهبری هندرو شیر اطلاعات نادرست پخش میکنند. ترودو گفت محافظه‌کاران به خاطر در پیش بودن انتخابات عمومی در سال آینده دنبال منافع سیاسی کوتاه مدت هستند. اما معاون رسانه‌ای اندرو شیر گفت این ترودو است در مورد مهاجرت استدلال‌های فریبکارانه میکند. و خبر جالب ما در آخری است که امکان پرداخت غرامت های چشمگیر به مسافران هوایی که دچار تاخیر می شوند.
مسافران کانادا که به خاطر زیادی مسافران از پرواز محروم می شوند یا بارشان گم می شود یا آسیب ببینند، در آینده نزدیک ممکن است صدها دلار غرامت به دست بیارند. وزارت حمل و نقل کانادا امروز دوشنبه مقرره پیشنهادی خود اعلام کرد. با موجب مقررات پیشنهادی، خطوط هوایی باید تأخیرها یا کنسل شدن پروازها را با روش ارتباطی سریع و آشکار از طریق ایمیل، تکست و شیوه‌های دیگر به مسافران اطلاع دهند. در مقابل تأخیرها یا کنسل شدن پروازها غرامت بدهند که میزان آن بستگی به شرایط خواهد بود. خطوط هوایی بزرگتر در مقابل تأخیرهای 3 تا 6 ساعت تا 400 دلار و برای تأخیرهای بیشتر از 9 ساعت تا 1000 دلار غرامت خواهند پرداخت. استانداردهای جدید برای شیوه پذیرایی از مسافران از غذا گرفته تا نوشیدنی تا امکانات مربوط به وسایل ارتباطات الکترونیک به اجرا گذاشته خواهد شد. اگر به علت زیادی مسافران مسافر از سفر منع شود، از 900 دلار تا 2400 دلار بسته به میزان تأخیری که مسافر خواهد داشت غرامت پرداخت خواهد شد. برای گم شدن یا آسیب دیدن بکس‌هایتان تا 2100 دلار غرامت پرداخت خواهد شد. میزان غرامت ها در مورد خطوط هوایی کوچکتر کمتر خواهد بود. پیش بینی می شود این تغییرات موجب افزایش قیمت هر تکت به میزان حدود 2.75 دلار شود. مارک گورنو وزیر امن و نقل آنتاریو صبح امروز این پیشنویس منتشر کرد. از همه کانادایی‌ها خواسته است نظر بدهند.